دوستان، من در دنباله برنامه قبلی اعلام کرده بودم که با یکی از اندیشمندان یهود که ربای آویهای رحیمی سرپرست کانون هماهنگی رهبران یهود در اورشلیم و اندیشکده فارس یهود از دانشگاه بار ایلان خواهیم داشت، با توجه به سوالاتی که آماده کردم برنامه رو شروع میکنیم. خیلی خوشبختم. با درود به شما. خیلی خوشبختم. امیدوارم که حال دوستان و بینندگان عزیز خوب باشه و جدا مفتخر هستیم تو این برنامه آقای جاوید شهافر که سرپرست انجمن جهانی آزاداندیشان هستن شرکتی داشته باشیم. بعد از صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم، من در اختیار شما هستم. بفرمایید. اولین سوال اینه که شما یهودیت و پایه اون تورات رو تا چه حد قبول داریم؟ نکنیم مسئله باورهای دینی هست و سیستم عقیدتی. اگر شما در نظر بگیرید باورهای یک فرد باید به هر گونه چه اسلامی باشه، چه یهودی باشه یا مسیحی باشه، ما احترام قائل هستیم به عنوان ادیان توحیدی. ولی به از نقطه نظر یهودیت آنچه که مطرحه، یهودیت فقط بر روی تورات بنا نشده، بلکه تورات نیست، تورات شفاهی رو داره که اندیشمندان یهود در عرض این 3300 ساله فرهنگ یا برای پیشبرد فرهنگ یهود اونو اومدن تفسیر کردن. با آنچه که ادیان دیگه اومدن که چه مسیحی و بعداً اسلام، مسیحیت 2000 سال پیش و اسلام 1400 سال پیش بر زیربنای آنچه که یهودیت به ارمغان آورده اون رو آمدن و روبنا ساختن برای اینکه بتونن تطبیق بدن به یکایی که فرهنگای بدوی از در حجاز و از طرف دیگه روم و یونان. خب این نظر شماست، خیلی هم محترمه، ولی من برنامه های افشاگری های دینی رو بر پایه بی پایه بودن تورات قرار دادم و تحقیقات 67 سالم نشون میده که قبل از اینکه 3300 سال پیش توراتی توسط یک لاوی، نه موسی به نظر من وجود خارجی نداشت، و یک لاوی این تورات رو در 5 جلد نوشته، به اضافه یک جلدم یوشه رو اضافه کرده و حتی به اضافه یک جلد لاویان تا بیزنس دینی برای خودش ایجاد بکنه که از اون راه هم خودش، هم خانوادهش، اهل بیتش و هم قبیله لاوی نان بخورند. این عقیده منه، نتیجه تحقیقات منه و به این باور دارم و ثابت میکنم. با توجه به این موضوع من به این نتیجه رسیدم در ضمن 67 سال تحقیقات خودم که در هزارهای قبل از 3300 سال پیش کشوری به نام اسرائیل وجود داشته و ملتی به نام بنی اسرائیل که شامل 12 قبیله بود در اونجا به عنوان بومیان زندگی می‌کردن، در صورتی که در تورات نویسنده ناآگاه تورات آل من آمدن یا ناآگاهانه بنی اسرائیل رو نسلی از شخصی به نام ابراهیم میدونن و یعقوب و مهاجرت کردن اینها از کلده، اور کلده در حقیقت، به کنعان و از اونجا رفتم مصر. بعدن داستان‌های زیادی اتفاق افتاده بین ابراهیم و فرعون
بعد قحطی افتاده و نمیدونم یوسف انداختن چاه، بعد به صورت برده فروختن به کاروانیان و این یوسف سر از مصر در آورده و به خاطر هوش و ذکاوت و نمیدونم رابطه‌ای که با به اصطلاح الله یا یهوه داشته تونسته موقعیت و مقامی در اونجا کسب بکنه و عزیز مصر بشه و در حقیقت به قول امروزی نخست وزیر بشه اونجا، بعد یعنی شخصیت دوم در بعد از فرعون. بعد برادرانش و پدرش مادرش رو نمیدونم و زن و بچه اون برادرانش رو میخوان به مصر و از اون موقعیت ایشون حد اکثر استفاده رو کرده اونجا ساکن میشن در محلی به نام جوشن و ببخشید اینو من اینو توضیح میدادم اول که دوستان من از استرالیا سیدنی و ایشون از اسرائیل اورشلیم داریم با هم صحبت میکنیم از طریق زوم. به هر حال اینا تکثیر پیدا میکنن بنی اسرائیل در اونجا و تعدادشون اونقدر زیاد میشه که بیش از مصریا میشن و فرعون به وحشت میفته و دستور میده که اینا رو برده بکنید و الا اینا ما رو از بین میبرن و مملکتمون رو تصاحب میکنن. این گفته های توراته و من معتقدم که هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده به اضافه معجزاتی که موسی انجام داده و اینا رو نجات داده، از آب رد کرده، نمیدونم فلان، همه اینا رو من داستانهای بچگانی میدونم. انشتن که خودش یهودی زاده بود خودشم این حرف رو زده و طی یه نامه‌ای هم به یکی از دوستانش در آلمان نوشته که این نامه 14 میلیون چند سال پیش فروش رفت. من صحبتم و پرسشم از شما به عنوان یه اندیشمند پژوهشگر اینه که آیا من درست نتیجه گیری کردم از تحقیقاتم یا اشتباه کردم؟ اگه اشتباه کردم کجا بود اشتباهم؟ خیلی خوشحال خواهم شد که در این مورد جواب بدید. من با تشکر از جناب آقای جاوید شهافر که مخلصانه مسائل رو با صراحت بیان کردن از روی روشنگری و سعی بر این داریم که به هر حال تبادل نظری با هم دیگه داشته باشیم و بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. از نقطه نظر جامعه شناسی ادیان اگر شما سعی بر این داشته باشین که یک عمومیت ببخشید از نظر جنرالیزیشن به تمام ادیان ابراهیمی، این ممکنه بچه وجود مشترکی داشته باشن ادیان ابراهیمی از نظر توحید، از نظر یکتا پرستی. و از طرف دیگه شما باید ببینید زیر بنای یک ادیان و باورها و سیستم عقیدتی به چه گونه بیان شده. اگر ما برگردیم یهودیت رو بر روی آنچه که از ابراهیم خلیل الله که گفته میشه ما بخوایم شروع بکنیم، ما ادیان رو میتونیم وجود مشترکش رو ببینیم که پدر همه ما چه مسیحیان، اسلام و یهود در اصل ابراهیم هستش. حالا از طرف دوم شما آنچه که خروج بنی اسرائیل از مصر بود و آنچه که گذشته بود و اینی که شما انکار میکنید و قبول ندارید آنچه که در تورات نوشته، به هر حال عقیده شخصی شما هستش. آنچه که شما در مد نظرتون میگیرید باید ببینید که اگر شما به عنوان یک اندیشمند و روشننگر و افشاگر دینی ایمان ندارید به آنچه که بر روی پژوهش‌هایی که انجام دادید در از 70 سال اخیر که ایمان ندارید به این، ولی افرادی هستند که بیش از یک میلیارد و 200 میلیون و بیش از یک میلیارد و نیم مسیحی به همان توراتی که شما قبول ندارید اینها ایمان دارن و زیربنای فکری و سیستم عقیدتی خودشونو بر اون نهادن.
حالا بگیم شما بیایید در نظر بگیرید که اوکی، باورهای دینی رو شما قبول ندارید. به کجا برمیگردیم؟ به اینی که بگیم که پس دلیل این جهودکشی، دلیل این هولوکاست، دلیل اینی که 6 میلیون یهودی رو کشتن به خاطر یهودی بودن خودشون به چه گونه هست؟ چرا؟ چرا ادیان دیگه سعی بر این داشته باشن که یهودیت رو نفی کنن و افراد روشن فکر و اینتلیکتوال سعی بر این داشته باشن اصلا دین رو از سیاست جدا بکنن و دین باوری رو اصلا دیان ریشکن بکنن؟ آیا ما یک فرهنگ نوین دیگه رو میخواییم جایگزین این باورهای این افراد بکنیم؟ سوال سوم اینی که تا چه اندازه این باورها قبل از اینکه چه بردهداری در اروپا اشاعه پیدا بکنه، چه در حجاز باشه، چه در روم و غیره، تا چه اندازه تورات آمده و یک نوع آفرینی داشته و بدعتی آورده به جهانیان و بشارت آزادی رو برای جهانیان آورده؟ شما در نظر بگیرید توراتی که ما داریم صحبتش رو میکنیم یک انتیتزایی بوده در اون موقعیتی که افراد در بردگی زندگی میکردن. شما ببینید که در دوران نیمرود که ابراهیم رو در آتش انداختن به خاطر چه؟ به خاطر این که حاضر نبود اون پرسونالیتی اون فردی که نیمرود خوانده شده رو بیاد و مستعبد اون باشه و به اون تعظیم و تکریم بکنه، بلکه چی؟ از دوران ابراهیم خلیلان آنچه گفته شده آدمی آزاده هست، آزاده به دنیا آمده و آفریده شده و یکسان هست زن و مرد و اینی که به تلم الوکیم برام، یعنی آنچه که در خداوند یافت میشه که نور بی انتها هست در یکایک که ما دمیده و آنچه که ما از نظر اخلاقیات چه از نظر پندار، گفتار و کردار خودمون باید داشته باشیم، باید ببینیم به عنوان اشرف مخلوقات دینی که ما سعی بر این داریم اونو پیش ببریم تا چه اندازه میتونه راهنما باشه برای دیگران و از روی انسانیت با دیگران عمل بکنه. وقتی که شما میایید و تعصب خودتون رو روی دین باوری میذارید، آسونی میتونید شما به دین سالاری برسید. دقت میکنید که یک پرسونالیتی رو که اون ولایت فقیه باشه رو در نظر بگیرید که آنچه گفته در اصل همانا هستش و هیچ گونه سوالی ما نمیتونیم مطرح بکنیم. از روی روشننگری یهودیت همیشه باز گذاشته دست هر یهودی رو که بتونه دین رو زیر سوال ببره. خود تلمود نیز آمده بر روی تورای شفاهی رو ایجاد کرده از نظر دیالکتیک که افراد بتونن آنچه که آیه هایی که گفته شده که موسای کلیم الله اون رو نوشته که ادیان توحیدی دیگر چه مسیحی و اسلامی بر اون تکیه میکنن برای دین باوری، اینی که صحبت از این هستش که تا چند اندازه یهودیت از نظر روشننگری و دیالکتیک سعی بر این داره اینها رو بشکافه. آنچه که به عنوان شما نگاه میکنید که بدون تفاسیر تورات رو میخونید بر روی اون باورهای خودتون و تز خودتون رو میسازید، ما 1500 سال پیش سنهدرین داشتیم. 1500 سال پیش سعی بر این داشتن یهودیت رو بیان زیر سوال ببرن. چه کارائیم بودن، چه بیتوسیم بودن، چه ایسیم، چه یکایک فرقه‌هایی که روی کار اومدن قبل از اینکه مسیحیت و اسلام حتی روی کار بیاد. برای همین 1500 سال پیش تلمود نوشته شد بر روی عقلانیت، بر روی برهان استدلال و منطقی که افراد سعی بر این داشتن آنچه که نوشته شده رو از نظر تطبیق، از نظر آنچه که فرهنگ هایی که بوده آشور، کلده،
یونان، روم و کمونیسم و کاپیتالیسم و غیره اینها بیان اون رو آنچه که نوشته رو از روی اندیشمندی و روشننگری و روی تلمود که تورای شفاهی که سینه به سینه از پدر به فرزند رسیده اون رو به ما برسونن. از این نظر که از نظر جمع‌بندی به نظر من عمومیت دادن به از نظر جامعه شناسی ادیان به تمام ادیان ابراهیمی به هر حال این باید هر یکی از ادیان رو شما جداگانه بشکافین از روی روشنگری بررسی بکنید. گذشته از این اگر صحبت از دین بشه، اصلا در یهودیت در تورات دین نیومده. شما از دین باوری دارید صحبت میکنید. ادیانی که آمدن به صورت دکانی از دیانت که شجاع‌الدین شفا و دیگران میان مسائل رو مطرح میکنن، این دین باوری ها بعدن همینطور که اومدید مطرح کردیم که نون و آب داشته، این رو اومدن وقتی که این رو توامش کردن با سیاست و مشروعیت، دنبال مشروعیت بودن از طریق دین باوری که مردم رو در جهالت نگه دارن، در بگونه در بردگی نگه دارن، اونها رو با این سیستم عقیدتی مستعبد خودشون کردن و به عبودیت واگذاشتن. عبودیتی که بردگی که تا دیروز بوده به صورت در مصر بوده، در از بشارت آزادی که موسا با خروج بنی اسرائیل آورده که ما آزاده زندگی باید بکنیم، آزاده به دنیا آمدیم و تساوی حقوق از بین زن و مرد و ما به این گونه باید عمل بکنیم و نباید سعی بر این داشته باشیم از روی تعصب و دوگماتیزم حتی در یهودیت مسئله اشاعه دین هم نیومده و حتی دین در تورات نیومده. یعنی دات همون داتا هستش یا گاتا که گفته شده در پهلوی، اون از نقطه نظری هستش که در رساله‌ای که استر و مردخای در اون نوشته شده، یعنی مگیلای استر اومده. در تورات صحبت از دین نشده، بلکه صحبت از یک جهانبینی یک تا پرستی شده که ماور و طبیعه هستش و فرض بر این باید باشه که از اون وجود خودش که در آنچه که در واقعیت زندگی میکنه یه چیزی ماور طبیعه هست که به اون ایمان باید داشته باشین، سعی بر این داشته باشین که زندگی خودتون رو پرمحتوا بکنید و نه فقط زندگی شیمی، بیولوژی و مکانیکی خودتون داشته باشید، بلکه زندگانی پرمحتوا و مفهوم داشته باشین بر روی انسان، انسانیت، اخلاقیات و نه دین باوری و تعصب که ما رو به دین سالاری وامی داره و سیاست و دین که با هم قاطی بشه درست همانا میتونه باشه که میبینید امروز. بسیار ممنون از توضیحاتتون، ولی ما اجازه بدیم بریم مرحله بعدی. اجازه بدیم.